بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث مجمع البيان، بحث لغت بسم الله الرحمن الرحیم بود. تا اینجا خونده بودیم که الرحمن الرحیم، حالا توضیح کلمه رحمان و رحیم. می فرمید که الرحمن و الرحیم اینا اسمان وضع للمبالغه. رحمان و رحیم دو تا اسمند که هر دو وضع شده اند برای مبالغه، یعنی رحمان و رحیم هر دو صیغه مبالغه است. بعضی ها که حالا اسم نبرم، بعضی این تفاسیری که حالا خیلی متعارفه، نوشتن که رحمان و رحیم هر دو صفت مشبهه. بعضی تفاسیر نوشتن که رحمان و رحیم هر دو صیغه مبالغه. بعضی تفاسیر گفتند که رحمان صفت مشبهه و رحیم صیغه مبالغه. این که حالا حق با کدام یکی، این که اصلا صیغه مبالغه یا صفت مشبهه، مخصوص صفت مشبهه مثلا مثل کلمه رحیم، اینا حتما باید از فعل لازم ساخته بشه، در حالی که رحمان و رحیم از کلمه رحیمه و رحیمه کلمه متعدیه، رحیمهو یرحمهو اینجوری به کار میره دیگه. اینا شاهد اینه که اینا متعدیه. و چجور میشه از فعل متعدی مثلا صفت مشبه ساخت؟ اینا حالا بحثای ادبی، حالا وارد اونها نمیشم. همین فعلا ما همین چیزی که مجموع البیان فرموده، حالا با قطع نظر از این که حالا اینها با تفاسیر دیگه چجور جمع میشه، با قطع نظر از اون همین عبارت میخونیم. الرحمن الرحیم اسمان وضع للمبالغه، این دو تا اسم دو بس شدن برای مبالغه. بشتقا من الرحمت، مشتق از کلمه رحمت، یعنی ثلاثی مجردش رحمت. رحمتم یعنی نعمت، خدا رحمانه یعنی نعمت میدهد، رحیم نعمت میدهد. الا ان فعلان اشد و مبالغتن من فعیل، الا اینکه رحمان مبالغش از رحیم بیشتره. الا ان فعلان یعنی رحمان اشد و مبالغتن من فعیل من رحیم. و حکیه ان ابی عبیده، ابی عبیده گفته که الرحمن یعنی زر رحمه و رحیم هو راهم. ایشون گفته که رحمان به معنی زر رحمه و رحیم به معنی راهم، یعنی رحیم که صفت مشبه است اسم فاعل معنا کرده. خب و کرر رحمان و رحیم تکرار شده، یعنی نه اینکه دوبار گفته رحمان و رحیم، اون بعد میاد، اون نه اونو کار نداره دو. بخواد بگه اصلا چرا، خب اگر رحمان و رحیم هر دو رحمته، پس چرا تکرارش کرده؟ چرا گفته رحمان و رحیم؟ خب یکیشو میگفت کره و لضرب من التأکید، بخاطر اینکه یه نوعی تأکید باشه. و اما مروی عن ابن عباس انهما اسمان رقیقانه احدهما ارق من الاخره، اما این که از ابن عباس نقل شده که گفته که رحمان و رحیم هر دو رقیقان، اسمان رقیقان یعنی رقت، رقت یعنی دل رحمی، نرمی دل. اسمان رقیقان یعنی رحمت به معنی رقت. احدهما ارق من الاخر، و این دو تا رحمان و رحیم یکی رقتش هم بیشتر از دیگریه. فالرحمن و الرقیق، رحمان یعنی اونی که رقت داره، و الرحیم و الاطاف و علی عباده، رحیم یعنی اونی که لطف داره، عنایت داره،
عطف داره، توجه داره بر بندگانش، به رزق و نعم، به این که رزق بهشون میدهد یا نعمت بهشون میدهد. اما ما روی عن ابن عباس، اما این مطلب که از ابن عباس نقل شد که گفت رحمان و رحیم رقیقان به معنی رقت، فمحمولون علا انه یعود علیهم بالفضل بعد الفضل. این چرا فمحمولون؟ به خاطر اینکه این کلمه اصلا با خدا نمیسازه. مگه میشه بگوییم که خدا رقت داره؟ رقت یعنی دل رحمی. خدا که دل نداره که من بگم دل رحمه. اون آیه شریفم که میفرماید که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، که اونم میگه از باب مقابله است، نه اینکه خدا قلب داره یا خدا نفس داره. پس ابن عباس که میگوید این اسمان رقیقان، و من میدونم کلمه رقت درباره خدا غلطه، پس میایم توجیهش میکنیم. چجوری توجیه میکنیم؟ محمولون علا انهو یعود علیهم بالفضل بعد الفضل و نعمت بعد النعمت. اینجوری به این معنا کنیم، خدا رقیقه و رقیقه، رحمانه و رحیمه، رقت قلب داره، یعنی عود میکند برمیگردد به مردم به فضل بعد از فضل. یه فضلی میده دوباره برمیگرده فضلی میده، نعمتی میده دوباره برمیگرده نعمتی میده. پس یه کلامی را از ابن عباس نقل کرد و چون این با مقام خدای متعال سازگار نیست، رقت با خدا سازگار نیست، رقت را معنا کرد به فضل بعد از فضل و نعمت بعد از نعمت. البته قبلا گفته بودم اما من حال بنا ندارم که بخوام با نقد و بررسی اینا کار ندارم، یعنی فعلا میخوام عبارت بخونم. هدف اینه که با عبارت کتاب خوب آشنا بشیم، هدف این فقط اینه. بله، حالا اینجا این جمله بیم، من احتمال میدم که اصلا این کلام ابن عباس رقیقان نباشه، رفیقان باشه، نه رقیقان، رفیقان. رفیقان یعنی رحمان و رحیم از رفقه، نه از رقت. رقت یعنی دل رحمی. خدا دل نداره که دل رحم باشه، خدا مهربان هست اما دل رحم که دل نداره که. اصلا دل رحمی یه نوع متأثر شدنه، یه نوع اثر پذیرفتنه. میگیم دلش به رحم اومد، یعنی من اثر گذاشتم روش. خب این که با خدا سازگار نیست. احتمالا این رقیقان رفیقان بوده، از رفق. رفق یعنی مدارا، خدا رفق داره دیگه. احتمال میدم ابن عباس اینو میگفته. یه نقطه کم زیاد شده، اشتباه شده عبارت. به هر حال فعبر عن ذلک برقته، پس ابن عباس تعبیر کرده از این فضل بعد از فضل و نعمت بعد از نعمت، تعبیر کرده به رقت. لانه لا یوسف برقته، خدا که به رقت توصیف نمیشود، خدا نمیشه بگید که رقیق القلبه. خیلی خوب، این تمام شد. و محوکی ان تقلب، اما اون چی که از آقای تقلب حکایت شده که آقای تقلب گفته ان لفظت الرحمن لیست به عربیه، گفته اصلا کلمه رحمان عربی نیست. و انما هی به بعض لغات، رحمان اصلا مثلا سوریانیه یا مثلا از زبانهای دیگه است. مستدلن به قوله تعالی، دلیل آقای تقلبا این آیه شریفه بوده، قالو و مر رحمان. وقتی بهش میگیم که خدای رحمان را بپرسید، قالو و مر رحمان اتامرنا به ما انسجد لما تامرنا و زادهم نفورا، متنفر میشوند. این که میگفتن و مر رحمان، رحمان دیگه چی چیه؟ این معنیش اینه که پس کلمه رحمان عربی نیست، که عربا نمیدونستند رحمان چیست. انکارن منهم به هازل اسم، انکار میکردن کلمه رحمان را، یعنی رحمان اصلا ما رحمان نمیدونیم یعنی چی. خب ما حکی ان تغلب، که تغلب این حرف رو زده، فلیس به صحیحه،
کلام تقلب صحیح نیست، لأن هذه اللفظة مشهورة عند العرب، کلمه رحمت و عربی موجود عرب و میفهمیدن اینها را، مشهور است نزد عرب، موجود تو فی اشعارها. حالا دو تا شعر نقل میکنه که تو شعر عربی کلمه رحمان به کار میرفته. پس رحمان، پس اینه که گفتن به من رحمان، اینه در واقع از روی لجاجتشون بوده، نه اینکه یعنی واقعا نمیدونستن. قال شنفری، یکی از شعرهای عرب جاهلی، گفته الا ضربت تلک الفتات و هجینه ها، الا غضب الرحمن ربی یمینه ها. الان شاهد این که الا غضب الرحمن، پس معلوم میشه کلمه رحمان تو عربی به کار میرفته، به عربی که این شاعر به کار برده. ترجمه شعرم اینه که الا ضربت تلک الفتات و هجینه ها، فتات که اون دختره، چرا اون دختره هجین را زد، کتک زد. این الا ضربت، نه اینکه آیا نمیزند، یعنی چرا زد، چرا اون دختر هجین را زد. هجین مثلا فرض کنید کسی که پدرش از یه جنس، مادرش یه چیز دیگه. مثلا فرض کنید که قاتل رو میگن اینجوریه دیگه، یعنی این دختر چرا این حیوان را زد، این هجین را، این که این قاتل رو چرا کتک زد. الا غضب الرحمن ربی یمینه ها، خدا انشاءالله دستای این دختر رو قطع کنه که این حیوان رو کتک زد. الا غضب، غضب یعنی قطع، قطع الرحمن ربی یمینه ها، دستش رو قطع کنه. الا رو عرض کردم به معنی تحزیز است، به معنی نیست که چرا این کار رو نکرد، نه چرا این کار رو کرد، نه این که نکرد. شعر دیگرم این که وقال سلامت ابن جندن و ما یشاء الرحمن یعقد و یطلقی، هرچی رو که خدا بخواد گره میزنه، هرچی رو خدا بخواد باز میکنه، هم بستن هم آزاد کردن همه دست خدای متعال. اینم شاهده اینه که تو شعر عربی کلمه رحمان به کار میرفته. خب این تا اینجا درباره لغت. و اما اعراب، اعراب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الباء حرف جر، با حرف جر، اصله الالصاق، اصلش هم به معنی الصاق. و الحروف الجاره موضوعه لمعنى المفعولیت، حروف جاره وضع شدن برای معنای مفعولی دیگه. برای معمولا همیشه مجرور به حرف جر رو بهش میگن مفعول با واسطه دیگه. الا ترى انها توصل الافعال الى الاسماء، آیا نمیبینی که انها این حروف جاره توصل، یا حالا توسل که نیست، توصل دیگه. قبلا هم گفته بودم اگر که کلمه ای رو ثلاثی مجرد میشه معنا کنیم، ثلاثی مزید وجهی ندارد، به خاطر اینکه این حروف جاره متصل میکنن افعال را به اسماء و توقع اوها علیها، و اون افعال را بر این اسماء واقع میسازن، فعل رو رو اسم واقع میسازه. فیضا قلت، وقتی شما گفتی مررتو به زیدین، این کار با اینه که اون مرور را میاره روی زید. اوقعت الباء المرور على زید، این به حرف جر کارش اینه که اون مرور را میاره روی زید، یعنی کار حروف جاره میشه چی؟ همون کار مفعولی. فالجالب للباء فعل محذوف، چی باعث شد که حرف جر بیاد؟ چی حرف جر رو آورده؟ فعل محذوفی. به عبارت دیگر این به یه حرف جر، مرر تو به زیدن، این به زیدن با یه متعلق به اون فعل باشه، تو بسم الله الرحمن الرحیم با یه متعلق به یه فعلی باشه. مثلا مثل ابدعو بسم الله، اون ابدعو این به رو آورده، اسم جار مجرور متعلق به ابدعو،
یقولو بسم الله. حالا به هر حال فرق نمی کنه، ابدأ باشه میشه فعل و فاعل، بسم هم میشه مفعولش، یا مثلا قولو فعل و فاعل بسم میشود مفعولش، بگویید اینو بگید دیگه. فمحله نسبون، جار و مجرور بسم، جار و مجرور محلش میشه محلا منصوب، لأنه مفعول به، چون میشه مفعول به، فقط مفعول به با واسطه است. و انما حذف الفعل الناصب، اون ابدعو یا اون قولو، اون فعلی که این مفعول را نسب داده، اون فعل حذف شده. لأن دلالت الحال اغنت ان ذکرهی، به خاطر اینکه قرینه حالیه داشتیم دیگه، همین که اول کلامش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این همون ابدعو رو آورده دیگه با قرینه حالیه. قرینه حالیه دلالت حال، قرینه حالیه اغنت، بی نیاز کرد از این که بخواییم فعل رو ذکر بکنیم. خب پس ما گفتیم محل میشه چی؟ منصوب و مفعول به. ولی قیل ان محل الباء رفعون، این که میگه محل باء نه یعنی محل خود به ها، محل جار و مجرور، محل با محل جار و مجرور رفع اون الا تقدیر مبتدا محذوفه، یعنی خبر مبتدا محذوفه. و تقدیره، تقدیرش اینجوری، ابتدایی بسم الله، ابتدایی مبتدا، بسم هم جار و مجرور خبرش، خبر مبتدا مرفوع. خب حالا که من میگم ابتدایی بسم الله، ابتدایی مبتدا، بسم الله هم خبرش، این بسمه الان جار و مجرور متعلق به چی چی؟ جار و مجرور باید یا متعلق به فعل باشه یا شبه فعل، مصدر هم شبه فعله، ولی اینجا ما نمیتونیم بسمه رو بگیم متعلق به ابتدایی ها. نمیشه گفت که بسمه جار و مجرور متعلق به ابتدایی، بگیم باشه اصلا کلا غلط میشه. فالباء على هذا متعلقه بالخبر المحذوف، نه به ابتدایا، جار و مجرور متعلقه به خبر محذوف. خبر محذوف یعنی چی؟ یعنی خود بسم خبر نیست، ابتدایی مبتدا، بسم خبر نیست، بسم متعلقات مفعول زوائد خبره. یعنی یه مبتدا داریم که حذف شده که ابتدایی باشه، یه خبرم داریم که حذف شده، این خبر یه متعلقاتی داره، متعلقاتش اینه بسم الله، بسم الله اومده، یعنی بسم الله میشه متعلقات خبر مبتدای محذوف، که خود خبرم محذوفه مبتداش هم محذوفه. بله، فالباء بسم الله، بسم الله علی هذا متعلقتون بالخبر المحذوف، که خبرم محذوفه. الذی قامت مقامه، بسمه جار و مجرور به جا خبر نشسته، خود خبر اینا نیست. ای در اصل اینجوری بوده سا، ابتدایی ثابتون به اسم الله، ابتدایی مبتدا ثابتون خبرش، به اسم الله جار و مجرور متعلق به چی؟ ثابت، به ثابت. اون ثبته، یعنی که ثبته، یعنی بگویید که ابتدایی ثبته به اسم الله، ابتدایی مبتدا ثبته، فعل و فاعل خبرش، بسم الله هم جار و مجرور متعلق به ثبته، وقتی ثبته خبر مبتداست. ثم حذف هذا الخبر، بعد این ثابتون یا این ثبته حذف شد. فافزی الضمیر الى موضع الباء، پس کشیده شد ضمیر، ضمیرتون ثبته یا ضمیرتون ثابت، که اینه یه ضمیر داره که به مبتدا برمیگرده دیگه، خود ثبته فعل فاعل میخواد دیگه، اون ضمیره که فاعله، اون ضمیره به موضع باء، به محل باء، ضمیر به محل با اومد، ضمیره که فاعل ثبت است محلا چیه؟ مرفوع دیگه، چون فاعله، وقتی هم اون بیاد به موضع با
با حرف جر میشه وقت در محل رفع. و هذا به منزلت قولی که زیدون فدار، این دقیقه اینه که میگیم زیدون فدار، حالا زیدون فدارشون بگوی زید مبتدا فدار خبرش که غلطه، این که فدار که خبر نیست، باید بگویم زیدون مبتدا، خبر مبتدا محذوفه و اون خبر محذوف متعلق این جار و مجروره، یعنی زیدون ثابتون فدار، فدار جار و مجرور متعلق به ثابت، و ثابت که مرفوعه رفع اونو به فدار میدند محلن. ولا یجوز ان یتعلق الباء بابتدایی المزمر، این اشتباهیه که خیلی انجام میدن دا. اگه من بگویم که ابتدایی بسم الله، بگید این جار و مجرور بسم، جار و مجرور متعلق به ابتدایی، ابتدایی هم مصدره، مصدر هم گفتیم میتونه متعلق واقع بشود، اما اینجا غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه اگه گفتید ابتدایی بسم الله و مبتدا تو خبر نداره، یه مبتدا گفتید بی خبر. شروع کردن من با نام خدا چی چی؟ کلام ناقصه. لا یجوز ان یتعلق الباء بابتدایی المزمر، جایز نیست اینجوری ترکیبش بکنید. چرا؟ لأنه مصدرون، چون ابتدایی میشه مصدر، و اذا تعلقت بهی، وقتی جار و مجرور متعلق به او باشه، صارت من صلتهی. من صلتهی یعنی چی؟ اینه قبلا من چند بار گفته بودم این صله و صلهی تو ادبیات نیست، این صله یعنی همین که فارسی میگیم متعلقاتش، باربندیلش، من توفیلش، اینجوری معنا کنید. چون که وقتی این جار و مجرور متعلق باشه به ابتدا، این جار و مجرور میشه از متعلقات خود همون مبتدایه، صارت مثلتی از دار و دستی او میشه، این او سله نیست، این سله تو لغته نه سله تو ادبیات. و بقی المبتدا او بلا خبر، وقت مبتدا بی خبر میشه، ولی زا غلط. پس ابتدای بسم الله بسم متعلق به ابتدا غلط. خب اینو تمام شد. بحث دیگر، بحث دیگر این که به ازا سویلن تحریک البا، ای کسی بگی که این بسمه به چرا کسره داره، مع ان اصل الحروف البناء، حروف اصل اینه که مبنی باشن، اصل در هر مبنی هم اینه که ساکن باشه. خب حالا این چرا ساکن نیست، متحرکه؟ چرا متحرکه؟ فجوابه انه حرکه للزوم الابتداء بهی، به خاطر که ابتدا به ساکن نمیشد و ما میخواستیم به این ب ابتدا بکنیم، با یه حرکت بهش میدادیم. ولا یمکن الابتداء به ساکن، این تا اینجا دلیل این که چرا حرکت داره ساکن نیست. و اما که آنه چرا حرکتش کسر است، و اما چرا کسر است، و این محره که بالکسر به بسم الله، لیکون حرکته من جنس ما یحدثه، حرکتش مثل حرکتی که خودش میاره، به یه حرف جر کسره میاره، به خودشم کسره دادیم، به خودشم کسره دادیم، از جنس اونی که خودش ایجاد میکنه. خب حالا مطلب دیگر، مطلب دیگه اینه که خب اگر که به باید ساکن باشه، ولی حرکتش دادیم به خاطر اینکه ابتدا به ساکن نمیشه، کسرم دادیم به خاطر حرکت خودش، کافه حرف جر رو چرا فتحه میدند؟ زیدون کل اسد، نمیگن زیدون کل اسد، میگه و ازا لزم کافت تشبیه فی کزید، اگه لازم باشه کسر تو کافه تشبیه، در حالی که نمیگند، اونجا میگن که، یعنی اگه با یه هر حرفی همه حرکتی که خودش ایجاب میکنه بهش بدیم، چرا تو کافه نیاوردیم؟ اگه اون لازم باشه تو کافه تشبیه، فجوابه، جوابش اینه که کافه تشبیه با با فرق میکنه، با همیشه حرف جره، ولی کاف گاهی حرف جره گاهی هم نیست،
ان الکاف لا یلزم الحرفیه، کاف همیشه لازمی حرف جر باشه، وقت تکونو اسمن گاهی اسمه. پس کاف چون گاهی اسم گاهی حرفه بهش میگن که، اما به چون همیشه حرفه بهش میگن به، کسر میدن. مثل قوله، قول شاعر گفته یزحکن ان کلبرد المنهمی، یزحکن ان کلبرد، کلبرد اینجا کاف چیه؟ اسمه نه حرف. دلیلش چیه؟ که این کاف حرف نیست، چون انسرش در اومده، چون انسرش در اومده. این آیه صدر عربه دیگه، آیه صدر شهید. یک کتاب داره البنکو ال لاربوی، البنک ال لاربوی، بانک غیر ربوی. الف و لام سر چی در آورده؟ سر حرف. لاربوی الف و لام حرف، سر حرف. حرف که سر حرف نباید در بیاد. اینجا یزحک نه، اون زنها میخندند ان کلبرده، ان سر کاف در اومده و کاف اسمه، میخندند از یک دندونهای سفید که مثل برف سفید میمونه. برد، برد همین برف، تگرگ، ابر، اینا همه برد. المنهمی، برفی که داره آب میشه، برفی که داره آب میشه، ذوب میشه. به هر حال الان اینجا کاف اسم نه حرف. فخولف بینه و بین الحروف التي لا تفارق الحرفیه، پس فرق گذاشته شد بین بایی که همیشه حرفه و کافی که گاهی حرفه گاهی اسمه. خلفه مخالفت شد بینه، بین این کاف و بین حروفی که لا تفارق الحرفیه، مثل بایی که هیچ وقت از حرف بودن جدا نمیشود. و هازا قول ابی عمرو الجرمی و اصحابه، یا اصحابه، این قول ابی عمرو الجرمی و اصحابش. و اما ابو علی الحسن ابن، فاما ابو علی الحسن ابن عبد القفار الفارسی، ایشون فقال، ایشون گفته انهم لو فتحوا او زم او زمو یا زمو لجاز، اگر که شما بگوید بسم الله الرحمن الرحیم یا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم جایزه. شو گفته که اگر فتح می دادن یا زم می دادن جازه، اشکال نداشت. لأن الغرض التوسل الى الابتداء، هدف این بود که ما ابتدایی به ساکن نکنیم، بتونیم حرف اول رو تلفظ کنیم. حالا حرف اول رو باید بتونیم تلفظ کنیم، ساکن نمیشه، ولی یا کسره میدیم یا فتح میدیم یا زم میدیم. فبه ای حرکت توسلو الیه یا توسل الیه، به هر حرکتی که برسیم به این امکان تلفظ جازه، هر کدامش باشه جایزه. و بعض العرب یفتح و هازه الباء، بعضی عرب و این با و فتح میدهند، میگویند بسم الله الرحمن الرحیم همیشه مرر تو بزیدن، نه بزیدن، بزیدن. و یه لغتون ضعیفه، البته این لغت ضعیفیه. اینم تمام شد. بحث بعدی، تو رسم الخط بسم الله این الفه چرا افتاده؟ یه بارم مرز میکردم، ببینید مثلا کلمه یه بسمهی تعالی، میگفتم اون ساله اول انقلاب، ساله مثلا اول انقلاب، اول پیروز انقلاب 57 و 58، بسمه تعالی رو هرکی میخواست بنویسه با یه ب و الفا، با اسمه تعالی اینجوری باید بنویسه، ولی الان هرکی بنویسه با یه بیاندازه، با یه بسمه بنویسه. چرا؟ چون اون موقع این کلمه به کار نمیرفت بسمه تعالی، حالا خیلی به کار میره. اون موقع اصلا به کار نمیرفت، ولی از اون موقع باید با الف بنویسه. ببینید میگه که
وإنما حذفت الهمزة من بسم الله، همزش حذف شده في اللفظ، لأنها همزة الوصل، چون همزه وصله، تسقط في الدرج، در درج کلام ساقط میشه. خب این نام لفظمون، یعنی چی؟ تکلممون. تو تکلم که همزه رو میاندازیم، تو لفظ، تو تلفظ. و حذفت هاهنا فی الخط ایزن، تو نوشتار هم میاندازیمش، حذف میشه الف در اینجا تو نوشتار هم، لکسرت الاستعمال، به خاطر کسرت استعمال بسم الله الرحمن الرحیم زیاد گفته میشه. و لوقوعها فی موضع معلومه، تازه یه جایی هم هست که همه میدونن که این اسمه، الفش افتاده، لا یخاف فیه لبس، احتمال اشتباهی هم توش نیست. اما ولا تحذف فی نهد قوله تعالی اقرأ بسم ربک لقلت الاستعمال، تو آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق الف بای باشه، اقرأ به اسم، اسم الفشو می نویسیم چون کم به کار میره، اما بسم الله الرحمن الرحیم زیاد به کار میره حذف میکنیم. بسم الله تعالی اون موقع که کم بود می نویسیم، حالی که زیاده نمی نویسیم. البته یه دلیل دیگه هم داره دا که مجموع بیان نگفته، دلیل دیگه شم اینه که بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم این باش دندونشو خیلی باید ببرید بالا، مثل بای به زید نیست، بای به زیدو چقدر بشم دندونشو میبرن بالا، بلی بای بسم الله رو دو سه برابر میبرن بالا، این بالا بردنش به جای الف است که میفته به جای اونه. خب مطلب بعدی و این مطلب بعدی، و انما طول ظلام الله، لام الله غلیظ تکلم میشود، اذا تقدمت و ذمت و ابل فتحتو تفخیمن لذکرهی و اجلالن لقدرهی. اینو مثلا میگیم که و من آهد علی الله، بینی دهنو پرش میکنی، نمیگیم و من آهد علی الله، اینجوری نمیگیم، و من آهد علی الله، و من آهد علی الله، دهن پر بشه، تقلیز میشه وقتی قبلش ذمه باشه یا قبلش فتح باشه، تفخیمن لذکرهی به اجلالن لقدری، میخواییم ذکر خدا را، قدر خدا را بالا بدانیم. بلی یکون فرقن بینه و بین ذکر لات، لات و عزاب و اسم این بوتا را، اینا را مثلا اگر که فرض کنید یه ذمه قبلش بود، مثلا میگید علیه اللات، علیه اللات، نمیگیم علیه اللات، اینجوری نمیگیم چون که احترامی نداره. مطلب بعدی، الله بسم الله، الله مجرورون بالاضافه، الرحمن الرحیم مجروران، لأنهما صفتان لله. بله، حالا اینم حالا یه کلمه میگیم بانک بنا نبود بنی چیز، بینی وقتی که میگیم که الله رو گفت که مضاف الیه اسم، اسم اضافه میشه به الله، الله میشه مضاف الیه، الرحمن و الرحیم هم صفت الله. قبلا هم من اینو گفته بودم که اینجور ترکیب اشتباهه، رحمان صفت خدا نیست، رحمان بدله، رحمان بدله برای الله، و رحیم هم صفت الله نیست، صفت رحمانه. علتش هم اینه که اسم بعد از اسم هیچ وقت صفت واقع نمی شود، اسم بعد از اسم همیشه چیه؟ بدله. اسم بعد از اسم بدله، و رحمان اسم خداست یا صفت خداست. قلد الله عبد الرحمن ایما تدو فلهل اسماء الحسنا. خب و اما معنای بسم الله الرحمن الرحیم، معناش بسم الله، قیل المراد به تضمین الاستعانت، بله، بین تو عربی یه بحث
تضمین هست. تضمین اینه که معنای یک کلمه رو به یک کلمه دیگر بدهند به خاطر یه حرف جری یا چیزی. مثلا اگر یک کسی به شما گفت که کلمه رقیبه یعنی چی؟ رقیبه یا صرفتو یا انصرفتو یعنی چی؟ باید بگید این معنا نداره. اول حرف جرشو بیارید تا معناشو بگم. اگر رقیبه انهو باشه این روی گرداند، اما اگر رقیبه بهی رقیبه الیه یعنی روی آورد. انصرف یعنی چی؟ تا چی حرف جری باشه، انصرف انهو یا انصرف الیه، درست؟ اینا رو میگن تضمین ها. حالا مثلا ببینید این آیات شریفه قرآن، میگم ببینید چقدر تو قرآن زیاد داریم که مثلا یک فرون به رحمان کفرو بالله و رسولهی فراون داریم. کلمه کفره رو با چی متعدی کرده قرآن؟ با با، درست؟ حالا اگر که توی یک آیه کلمه کفر بود و با نداشت، اونجا وقتی این کفره این کفره نیست. الان تو قرآن هست یه مورد که کفر بدون باه، کفره بدون با. حالا الان آیش تو ذهنم نیست، اما کفر سلیمان حالا غیر از اینم هست. چی؟ نه اون که با باه، بدون با، بدون با. یا مثلا فرض کنید که بینید مثلا این آیه رو من میخونم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اما این اصطفى یعنی چی؟ معمولا خود شما تو ذهن همه تو اینه که اصطفى پیدا کردید؟ نه یه چیزی هم اینجور جاها که الان با نداره دا، اینجور جایی که با نداره، اینا همه را به معنی جحدو معنا کنید. بله اینجا که با باه جودیه. خب حالا مثلا بینید، حالا این آیه که اینا میگن تضمین ها، تضمین یعنی این چیز. بله بله، کفرن و حل قومه هم دار البوار، مثلا اینجوری هم هست دیگه. کفر بله. خب ببینی اما این آیه ان الله اصطفى علی العالمین، ان الله اصطفى آدم و نوحا و فلان علی العالمین. اگر شما کلمه اصطفى رو بخواید معنا کنید، برگزید، برگزیدن که با علا به کار نمیره. با چی به کار میره؟ با من. مثلا میگیم برگزیدم از اینا، از اینا اینو انتخاب کردم. اما چون علا داره آیه، چون علا داره دو ان الله اصطفى آدم و نوحا علی العالمین، به خاطر علا شما اصطفى رو معنا کنید اختاره. اینجا به اختاره معنا کنید. اما اگر که علا نبود، مثلا علا نبود من بود، اگه به جای علال عالمین بود من العالمین، اون موقع میگفتیم که این اختاره به معنی برگزید، فضل، ترجیح داد اینها را علال عالمین یعنی من العالمین. خلاصه این که شما اگر علا داره اختاره معنا کنید. یا این که مثلا اگر که من داره جور دیگه با این معنا کنید. اینا رو میگن تضمین، که یک کلمه اگه با این حرف جر بود یه معنا داره، با اون حرف جر بود یه معنی دیگه داره. مثلا کلمه اصطفى رو به معنی اختاره بگیرم یا به معنی فضله بگیرم، بس دیگه داره به حرف جرش. حالا یه وقت شاید یه جلسه اصلا مفصل راجع به آیاتی که با یه حرف یه جور معنا شده، با یه حرف دیگه یه معنای دیگه پیدا کرده،
یک کلمه تو قرآن با این حرف یه معناست، با اون حرف یه معناست، شاید یه جلسه بگم این رو. میگه مراد بهی تضمین، تضمین همینا بود که گفتم، اینا رو بهشون میگن تضمین، که یک کلمه با یه حرف یه معنا داره، با یه حرف یه معنی دیگه داره. مراد به بسم الله تضمین استعانته. پس وقتی من میگم بسم الله، الان بسم الله یعنی چی؟ یعنی استعینو به نام خدا، بسم یعنی استعینو، تضمین استعانت. فتقدیرهو، تقدیر بسم الله این میشه دا. استعینو بان تسمو الله به اسمائه الحسنا، کمک بگیرید به اینکه خدا را با نام حسنایش بخوانید. و تصفوه به صفات الاولا، کمک بگیرید که خدا را با صفات عالیش توصیف کنید. و قیل المراد استعینو بالله، بعضی ها گفتن که بسم الله یعنی استعینو بالله. و یلتفت الیه قول ابی عبیده، ببینید اگه من بگویم بسم الله یعنی استعینو بالله، قرآن فرمود که استعینو بالله یا استعینو به اسم الله، قرآن فرمود به اسم الله دیگه، نفرمود که بالله. که قیل مراد استعینو بالله، یعنی الله چه کار کرد؟ اسم انداخت، اسم حذف کرد. و یلتفت الیه، توجه به این اسم انداختن، به این انداختن اسم توجه دارد. قول ابی عبیده که ان الاسم سلتون، گفته اسم سله است. سله یعنی چی؟ زایده، سله اینجوری یعنی زایده ها، سله یعنی زایده. باز گفتم این سله، سله لغت، نه سله ادبیات. و المراد هو الله، بسم الله یعنی بالله، به اسم الله یعنی بالله. که قول لبید، مثل این که این شاعر گفته الالحول سم اسم السلام علیکم و من یبک حولا کاملا فقد اعتذر. این زن دو تا برادر داشت، با هم داشتن میرفتن مسافرت تو بیابون، دو تا برادر رو هر دو مریض شدند و مردند. این هم قبری کند و دو تا داداشش رو دفن کرد. یک سال تو بیابون نشست سر قبر این دو تا برادر رو گریه کرد. یه سال که شد بلند شد، بلند شد بره، گفت که یه سال گریه کردم، هر کی یه سال گریه کرد دیگه بسه. الان حول، تا یه سال گریه کردم. ثم اسم السلام علیکم یا السلام علیکم، السلام علیکم یعنی خداحافظ شما دیگه رفتم. اسم الان اینجا زاید است. ثم السلام علیکم، پس به اسم الله یعنی بالله، اون اسم زایده. و من یبک حولا کاملا، هر کیم که یه سال گریه بکنه دیگه معذوره، دیگه منم یه سال گریه کردم دیگه. ای ثم السلام علیکم، یعنی اون اسم حذف شده، سپس خداحافظ شما. و الاسم قد یوزع موضع المسمى، اسم گاهی موضع مسماست، اسم گاهی مسماست. مثلا گاهی یکی میگه که آقا این پوله بده به زید، یعنی پوله بده به زب و یب و دال، یا بده به اون آقا که اسمش زیده. اسم گاهی به جای مسما میشینه. لما کان المعلق علی الاسم ذکرن او خطابن معلقن علی المسما، هنگامی که اونی که معلق بر اسم شده تو ذکرتون یا تو خطابتون معلق بر مسما باشه دا. ببینید یه وقت من میگم که مثلا زید چند تا نقطه داره، خواهی معلومه که اسم دارم میگم یا مسما را، اسم دارم میگم. اما موقعی که دارم میگم این پول بده به زید، اونی که معلق بر اسم شده معلق بر مسما شده. تقول و رأیت و زیدن، وقتی میگی رأیت و زیدن، زید و زب و یب و داله که ندیدید، آدمه رو دیدید.
فتعلق الرؤيه على الاسم، فتعلق الرؤيه على الاسم، شما رؤيتو میاری رو لفظ اما مرادتون مسماست، معلق میکنید رؤیت رو بر اسم و در حقیقت تعلقها بالمسما، در واقع مسما رو دیدید. فان الاسم که لا یرا، آدمی که اسمو که نمیبینه، زبوی و دالی که نمیبینه. فحسن اقامت الاسم مقام المسما، اسم جو مسما نشسته. بقیل المراد بهی ابتدو به تسمیت الله، بعضی هم گفتن که مراد به بسم الله یعنی که آغاز میکنم به نام خداوند. فوز الاسم موز المستر، این اسم به اسم الله الرحمن الرحیم، این اسم یعنی تسمیه، یعنی ذکر کردن، نام بردن، یعنی اسم خودش ثلاثی مجرده اما به معنای مستره، به جای مستر نشسته، آها، به جای نام بردن. به اسم الله یعنی به نام بردن الله، به نام بردن الله، نه اینکه به نام الله. فوزن اسم موزن مستر، کما یقال اکرمتو کرامتن، اکرمتو این الان کرامتن، اکرمتو مستر مطلق، من مستر مطلقش، مفعول مطلق، اکرمتو اکرامن باید بیم دیه، نه کرامتن. الان من میگم اکرمتو کرامتن ای اکرامن، الان کرامت به جای اکرام نشسته. اهمتوه هوانن، هوانن به جای اهانت نشسته، برای یعنی ثلاثی مجرد به جای مزید نشسته. و منه قول شاعر، قول شاعرم همینه که گفته اکفرن بعد رد الموت انی و بعد عطای کلمت رتا، اکفرن بعد رد الموت انی و بعد عطای کلمت رتا، میگه که آیا من ناسپاسی بکنم، اکفرن آیا ناسپاسی کنم بعد رد الموتنی، بعد از اینکه شما منو از مرگ نجات دادی، شما که منو از مرگ نجات دادی، حالا من نسبت به شما خلاصه نمک خوردم، نمکتون بشکنه، ناسپاسی کنم بعد از اینکه شما من از مرگ نجات دادی، و بعد عطایی که المعت رتا، بعد از اینکه شما صد تا شطورم به من دادی، شما این همه به من لطف کردی، بعد از اینکه عطایی که بعد از اینکه شما اعطا کردی به من، المعت صد تا رتا، شطور خلاصه خوب خور، شطوری که خوب میخوره، خلاصه اینجا الان عطایی که گفته ولی مراد اعطایی که بوده. و قال الاخر، شاعر دیگرم گفته فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبُخْلُ مِنْكَ سَجِيَّةً لَقَدْ كُنْتُ فِي طُولِ رَجَائِكَ أَشْعَبَا، اگر این بخل خلاصه سجیه و کرم شما باشه، فرض کنید یه کسی همیشه بشه ملازم یه بابایی، اونم آدم خیلی بخیلی باشه، میگه خلاصه من یه عمر دنبال تو دویدم آخر جمعی چی گیر من نایمد، اگر این بخل سجیه و ربش شماست، لقد کنتو من بودم، فی طولی در این که خیلی طول دادم، امید تو را، امید داشتن به تو را، اشعب و مثل آقای اشعب بودم، اشعبی بایی بوده که همش دنبال کسی میرده، اونم خلاصه لب ترمیم کرده برای شکی نمی کرده دستش، میگه پس من یه عمر خلاصه مثل اون بودم، نمیجون خلاصه اراده فی اطالتی رجاکه، یعنی این که من طول دادم مدت ها امید تو را داشتم، ولی میشه خلاصه بی خود سر سفره خالی نشسته. خیلی خوب، این که تموم میشه دی بسته دی، سلام باید.